اینجا یه دونه برج دوقلوه، تو بهترین جای تجاری شهر، کلی هم جذاب توریستی شده. خب الان این چه مزیتی بر من داره؟ بهترین برنده دنیا از طبقه 20 برش دفتر گرفتن عزیزم، حیف ما نمیشه. بغلی چی خالیه؟ اون یه تخته از جا نمیشه. اشکال نداره که اون رو زمین میخوابه. این بحث رفتن از ایرانو چندی بار مطرح کردی، منم بهت گفتم شرایطشو ندارم، ازم توضیح خواستی، گفتم نمیتونم فعلا توضیح بدم. خب الان بگو، منطقی باشه که من رو حرفم اصرار ندارم. دونستنش برات خطر داره. تولدت مبارک، خوشگل ترین خواهر دنیا. تو که میدونی من از این شروع بسیار خوشم میمیه؟ من که خوشم میمیه، زاران همسر آیندت هم خوشش میاد. حبیب حالا تصویر داری؟ آره تصویر دارم. الو سلام. سلام، کجایی پس؟ اونم بذار مدیر رابطه عمومی. یو پیام روز اولی که اومدی اینجا دیدمت اصلا با حال نکردم، الان هم همینطور. دوست دارم عاشقم باشن تا اینکه عاشق کسی باشم. الان عاشق بیشتر یا واسه من این به پا گذاشتی؟ ورق بزن. من از همه کثافت کاریت خبر دارم. Thank you.
الو شهروز، اونم اینجا؟ از اینجا ببرش. کجا ببرمش؟ قبرستون. دست تنها که نمیتونم. پیام کجاست؟ پیامو وارد این داستان نکنی خانم. هر کاری بهت میگم بکن. این پسر قابل اعتماد نیست. به پیام زنگ بزن. الو پیام، کجایی؟ بیا پایین، پارکینگ منفی 7، زود خودتو برسون، منتظرم. باید همه فیلم های دوربین های مدار بسته امشای مشتمه رو پاک کنیم. فیلم های دیشب رو کپی میکنم. چیه نگاه میکنی؟ برو بقیه خونه رو پاک کن. زود باش، زود بیا، این جنازه رو باید وسط بیابونی جایی چال کنی. زود بیا. عاشقی؟ البته آدم باهوشی هستی. آدم های باهوش عاشق نمیشن. اصلا آدم باهوش نیست. هستی. نیستم. وقتی بهت میگم هستی هستی. فرزاد آدم زرنگی بود. وقتی تو رو دید به هم گفت تو رو بذارم مدیر روابط عمومی مجتمع. آقا فرزاد دور و دور منو میشناخت. بعد امشب تو رو با دست نشونم داد که داشتی با تابا میگفتی و میخندید. بهم گفت معلومه کارش خوب بلده. منظورش چی بود؟ من چه میدونم منظورشون چی بود؟ شهروز. بله خانم. به ایشون گفتی هیچ مردی اجازه نداره به تابا نزدیک بشه؟ چرا خانم، بهش گفتم که خط قرمز شما تابان خانومه. خانم تمام کارهایی که من انجام دادم فقط احترام بود. از این به بعد از دور بهش احترام بذار. فهمیدی؟ برو. زود باش. کسافت کاریت خبر دارم. کسافت کاریت.
بله. الو سلام. حالتون خوبه خانم؟ کارتو بگو. خواستم حالتون رو بپرسم، آخه رنگ روتون پریده بود. فردا صبح بله وقت بیا ماشینم و بعد شیشه بنداز. باشه حتما. هنوز تو ماشینه؟ بله. کجا میبرینش؟ یه جایی بیرون شهر، هنوز نمیدونم. مراقب باش. خیالتون راحت. باید بکشدش. نمیدونم خب برای چی باید این کارو بکنه. تو واقعا نمیدونی برای چی کشتتش؟ نمیدونم. گفتم نمیدونم. دهنتم ببند. چرا زره بریم بیرون؟ زود باش. رمزشو با انگوشت میگهت باز کردم، آوازهاش خوف نشه. برو چند تا پیغام بده به خانمه دارد، بعد شمارشو بگی 3-4 دقیقه باش حرف بزن. برو کنار ماشین وایسه که حواست به اطراف باشه. واسه چی باز زنگ بزن؟ عقل کل واسه رد گم کردن؟ بگو شهر روز گفت. چرا منو نگاه میکنی؟ برو زنگ بزن. خیلی خوبه چی بود؟ بجوم حواست به اطراف باشه. Thank you.
سلام خانم، پیام شهرز گفت باهاتون تماس بگیرم یه دو سه دقیقه خط باز بذارم. کار انجام دادی؟ بله خانم، خیالتون راحت. بابت کمکی که امشب کردی ممنونم. خواهش میکنم خانم، شما هر کاری بخواید براتون انجام میدم. شهرز اصلا از تو خوشش نمیاد، ولی تو امشب بهم ثابت کردی علاوه بر این که آدم به درد بخوری هستی، آدم وفاداری هم هست. میخوام یه چیزی بهت بگم. بله. نمیدونم عشق تو به تابان واقعیه یا نه، یا به خاطر شغل و پول و مقامه، ولی بدون عشق تابان به تو واقعیه. نه به خاطر اینکه آدم ویژه‌ای هستی، نه به خاطر اینکه دختر خیلی ساده ای، همه چیزش واقعیه. الانم دوست ندارم ببینم یه جاهل سابقه دار که خودم از زندان کشیدمش بیرون به عنوان شریک زندگی کنارش قرار بگیره. نمیخوام بلایی که همه مرد سرم آوردن تابان سرش بیاد. پس دیگه نمیخوام دور بر تابان ببینمت، وگرنه مجبور میشم به شهرز اجازه بدم هر بلایی میخواد سر در بیاره. امیدوارم تلاش کنی هرچی بیشتر خودتو نشون بدی تا ارزش وثیقه که برات گذاشتم داشته باشی. فکر کنم 3 دقیقه شد. بله خانم، بیشترم شد. تیرک منو هیچ چیز باش، حواسی باش. من بچه رو تصویر. مگه من همون اول اومدم به شما نگفتم چند روز میمونم؟ مگه از من پولشو پیش نگرفتی شما؟ پول نگرفتی دیگه. بیاینم پوله. بابا بذار جیبت. بذار جیبت. روز اول که اومدی نگفتی اهل جنگ و دعوا و یه مش طلبکار بیا برو هستی. حاجی من اهل جنگ و دعوا نیستم. این حرفا چی سوء تفاهم بود تموم شد رفت. یه امروزو بذار من اینجا بمونم، فردا جمع میکنم میرم. زنگ زدم خانواده‌ام از شهرستان دارن میان اینجا. تلفنم ندارن من بهشون زنگ بزنم بگم جام عوض شده. چیکار کنم الان؟ اگه یه بار دیگه دعوا را بندازی نصف شبم اگه باشه کاسه کوزتو می‌ریزم وسط خیابون. چشم. دست شما درد. ببخشید. عمو. این اتاق منو کسی مرتب میکنه؟ نه مستر، اینجا دو تا هتل امتیاز بریم اونجا. اتاقا تمیز تحویلت دادم، تمیزم تحویل میگیرم. در ضمن پخت و پز توی اتاق آوردن رفیق از هر جنسی که باشه ممنون. اوکی؟ اینجا صبحانه کجا میتونم بخورم؟ از در که بری بیرون میری دست چپ، به چهارراه که رسیدی دوباره برو دست چپ،
یه مقدار رفتی جلوتر یه بازارچه هست، قهوه خونه سیروس. بگو من فرستادمه، ممر فالوده. فالوده سلامه. بینه بذار تو دفتر. زد بیرون رفت قهوه خونه سیروس. یوسف داریش؟ دارم یه سمت تو. آره دیدمش. آقا کمال صدا ما داری؟ صدا تو دارم. طرف خیلی زرنگه. پرسید اتاقو تمیز میکنن یا نه. فکر کنم علامت گذاری هم کرده ببینه کسی میره تو یا نه. آره دیدم. یوسف آروم برگرد ببینمش. بچه ها خیلی بهش نزدیک نشین که شک بکنه. بله دریافت شد. خیلی هم دور نشین که از دیدتون خارج نشه. چون کوله باهاش نیست بعد فرض رو بر این بذاریم که حداقل کلت و نارنجک همراه شه. هماهنگ کن دوتا ماشین نیرو انتظامی با چراغ گردون، چند تا مامورم با لباس فرم برن جلو مسافرخونه. بگو سگ مبادیاب هم همراهشون باشه. مامور رو برای چی؟ میگم بهت. حسام ماشین نیرو انتظامی رو فرستادم جلو مسافرخونه، وقتی رسیدن سری برو تو اتاقش. برو چک کن ببین چی تو کولشه. آقا کمان به سرگرد لطفیان گفتم، گفتم با نیروهای گشتشون هماهنگ کنه. آدرس مسافرخونه رو هم دادم. فقط نگفتین چه نقشه‌ای دارید. تو اگه جای سامر بودی برمیگشتی میدیدی جلو مسافرخونه پلیس اومده چه فکر میکردی؟ فکر نمیکردم، شک میکردم. بعد شک؟ ترجیح میدادم ریسک نکنم و دیگه برنگردم سمت مسافرخونه. بعدش؟ با سرپل تماس میگرفتم، گزارش میدادم تا تعیین تکلیفم کنه. من دقیقا میخوام همین کارو بکنم. بار جدید داریم. نزدیک امیر تحویل میگیرین با پاس و کارت ملی و گواهینامه که اطلاعاتشو برات میفرستم میدین به یکی که بهت میگم. نمیشه به تاخیر انداخت؟ کس دیگه ای انجام بده که مشکل واسه شون پیش اومده. باشه. ازت خوشحال شد نه؟ سمین یکم درونیه میدونی، درونگراست، ولی خب معلوم بود ذوق کرده. خیلی جا خورد از اینکه فهمید با فرضا تماهن کردیم. حواست هست؟ آه میگم سمین خیلی جا خورد نه؟ آره جا خورد.
نظر راجع فرزاد چیه؟ خواهر چی من باید نظر بدم؟ نظر خواهرت مهمه. این که معلوم عاشقشه، ولی خب این که چجوری سمین عاشق خودش کرده خیلی برام عجیبه. میدونی سمین بعد ازدواج دومش دیگه سایه هر مردی رو با تیر میزد. ترسیدی نه؟ نه ترسیدی؟ نمیخوایی بدونی چرا دلم میخواد که سمین و فرزاد با هم ازدواج کنن؟ نه یعنی آره خب تو خواهرتو دوست داری، بعد خوشحال میشی حالش خوب بشه. من چرا هرچی میگم توی برای غلطشو میگیری؟ برای غلطش کجاست؟ میگم سمین اگه با فرزاد ازدواج کنه سرش گرمه اون میشه، بعد دیگه من تو مخش نیستم، یعنی در واقع اون دیگه تو مخ من نیست. بیا اینجا بشینیم. آره مطمئنی؟ میدونم نسبت به من و آیندم راحت تر رفتار میکنم، یعنی نرم تر میشه. به نظر من که خواهر تو اصلا نرم شدنی نیست. تو که فقط چرک حرف بزن. نظر خوبه؟ همین؟ چرا تو دوست داری همیشه ازت تعریف کنن؟ تعریف کنن نه، تعریف کنی. سلام، خوش اومدید. سلام. چی میل دارید؟ چی میخوایی؟ کاپوچینو. یه کاپوچینو یه امریکانو. کیک های توت فرنگیش هم خوشمزه است، بگیریم؟ بگیریم. دو تا هم کیک توت فرنگ. بله حتما. مرسی. خیلی ممنون. ترکیب بندی خلاقانه با جسارت تو انتخاب رنگا، این دوتا یعنی این که کارتو خوب بلدی. فرسته برش بر جشنواره مادرید گرافی کن. برای چی میگی من نظر بدم؟ شاید نگو، من نظراتو تو حفظم. تو نمیخوای جدی بشینی با سمین صحبت کنی؟ تو که میخوای بهش دروغ بگی؟ پس فردا درس تموم بشه به جای اینکه سر تو رنگ و بوم باشه قرار دستو بکنی تو دهن مردم. بعضی وقتا فکر میکنم مثلا اونی که من فکر میکنم نیست. پس من کیم؟ یه آدم باهوش. چون دارم بهت میگم کاری که دوست داری انجام بدی میشم احمد؟ چون شرایط زندگی منو در نظر نمیگیری و نظر میدی میشی خنگ. اینجا خیلی باحاله. خیلی. حبیب چه خبر؟ مشغول غذا خوردنه. انگار دو سه روزی چی نخورده. حواست باشه با کسی ملاقات میکنه یا نه. ببین چیزی رو میز جا نمیذاره یا اینکه جای یادگاری بنویسه. بعید میدونم. چون که احسان گفت آدرس قهوه خونه رو از مسافرخونه یه گرفت. میدونم ولی ممکنه طرفش تا اینجا تعقیبش کرده باشه. حواسم هست. آقا کریم، ما رفتیم شما همینجا بمون، ممکنه برگرده. باشه حواست هست. یه لحظه تشریف میانی. سلام عرض کنم جان. سلام، خیلی خوش اومدین. چه خبر شده؟ گزارش شده اینجا مواد مخدر جا به جا میکنید. چی؟
اینجا جناب سرور این فرمایشی نکنید، ما اینجا دشمن داریم، اینجا چهار تا مسافرخونه، دو تا هتل که اصلا چیزی نداره منو زنده ببینن. این فرمایشی نکنید جناب سرور. در هر صورت ما حکم بازرسی داریم، اینجا باید بازرسی بشه. ببینید جناب سرور، جناب سرور تو رو خدا این فرمایشی نه جناب سرور، جناب سرور ما توی مسافرخونه مسافرامو میذارم میرم آبرو حیثیت نمیره. جناب سرور تو رو خدا این کارو نکنید، ما هم آبرو داریم اینجا، مسافرامون همه پاک، من چی چیزی اینجا به خدا چرت و پرت نمیگم. جناب سرور شما یه چیزی بگید. سگ برای چی جناب؟ اینجا چی دست بفرن سگا رو برگردونن جناب سرور، به خدا اینجا چی نداریم، شلوغ شو برو تو. گذاشته بود زیر در. آره دیدم. گشتم هیچی نیست اینجا، فقط یه میز و یخچال و تخته، جایی نمیتونه چیزی قایم کنه. چیکار کنم؟ اتاقو سری مثل اولش مرتب کن برو بیرون. بله. ای بابا نقشم نگرف. سمت مسافر خونه یه موتوری گرفت. موتوری منتظرش بود؟ نه از این گذری هست. نیروها توجه کنید، سوژه یا داره میره برای عملیات یا شناسایی. به هر حال مقصدشو هرچی زودتر بفهمیم بهتره، متوجه این؟ تا گذرنامه جعلی، لیست شماره حساب‌های جدید و واریز حسابا با جابجایی و چی؟ چی شد؟ ساکت شدی؟ تو فلش مختصات یه لوکیشن هم هستش. مربوطه چیه؟ محل دفن یه جنازه. جنازه کی؟ خودم خاکش کردم. پیام چرا کلمه به کلمه حرف می‌زنی بابا؟ درست صحبت کن من بفهمم قضیه چیه. سمین هدایت فرزاد فرحت رو کش. صرافشو مهمتر از اون با کسی که میخواست ازدواج کنه. نگو کی و کجا که اصلا نمیدونم. تو صبح تا شب دارین تو اون مجتمع کار میکنیم، وقت نمیتونی بفهمی چرا یه نفر آدم به قتل رسیده؟ شاید خیانت. هدایت توی موقعیتی نیست که دست به یه همچین کار پرخطری بزنه. ببینم حالا خودش این کارو کرده یا داده یه کسی دیگه بکشتش.
خودش با کرد عزیز به چرا با کشتن اون خودش انداخته تو درد سر؟ عاشقی، شکست در عشق، خیانت در عشق کم اتفاق نمیفته از این قطره، مخصوصا هدایت که دو بار ضربه خورده سر همچی ماجرایی. ببینم فساد مالی چی؟ کلاهبرداری؟ چه میدونم حسادت توی پول دار شدن؟ به هر حال آمار اینجور قتل هم کم نیست. بعید میدونم کسی بتونه سر هدایت کلا بذاره، اون حساب همه رو خالی میکنه بدونی که ردی از خودش جا بذاره. فرزاد به اندازه کافی به هدایت نزدیک بوده که بخواد به کلاهبرداری فکر بکنه. الان این چیزا برای من مهم نیست، من فقط میترسم. ولی واسه من مهمه، ما باید بفهمیم موضوع از چه قراره. بابا یه آدم به قتل رسیده، پرتغال که پوست نگرفتن. من میترسم چون همین الان وسط باند اونا دارم خیانت میکنم، جاسوسی چونو میکنم، همین الان دارم گزارش یه قتل رو میدم. بفهمن دیگه صبر نمیکنم، منو کنار جنازه فرزاد زنده بگون میکنم. خیلی خوب، ببین اگه واقعا ترسیدی بهم بگو، من میکشمت بیرون. خلاص. ببین پیام، روز اولی که من تو رو از زندان کشوندم بیرون بهت گفتم داری پا میذاری توی یه کار پرخطر، گفتم جونتو میذاری کف دستت. منم گفتم یه اون با خطر بزرگ شدم، من هر موقع حالم خراب میشه شما هی اینا رو تکرار کن. خیلی خوب، خیلی خوب، حق داری، یه آدم دفع کردی ریختی به هم. ولی پیام اینو بدون، این آدمو دارن هر روز کلی آدم فقیر رو میکشن بدون اینکه به قتل متهم بشن. اینا واسه اینکه به پول برسن خون آدما رو نمیریزن، خون اونا رو میمکن. میخواید یه فکری به حال این شهر روزه بکنین؟ به این مشکوک مدام بهم گیر میده یه آتوی ازم بگیره، نصف انرژیون باید صرف این کنم که گیر نیفتم. الان هم یکی از آدماش داره تعقیبمون میکنه. بر نگرد اقا پسره، اون پیک موتوری مشتمع سمینه. دیدم با شهر روزه جیک پوکشون زیاد شده. ببینم باش مشکل شخصی داری؟ نمیدونم، فکر میکنه جاشو تنگ کردم. خیلی خوب، پس یه کاری کن که این فکر رو نکنه. سعی اون میکنه. میری مجتمع؟ بله، خودم میرسونم. رضا کجایی؟ طرفای شوش. داره میره سمت شرق. مراقب باش کمیش نکن. پیچید تو خزانه، نکنه داره میره ترمینال. برای همین قرار مسلح کردنشو ترمینال گذاشته بودن، میخواستم با فضا آشنا بشه. به فرض عملیات برنامه ریزی میکنیم. مرتضی. بله آقا کمان. تکتیر اندازه رو بفرست ترمینال جنوب مستقر بشه. چشم. بچه تعقیب عملیات توجه کنی، سوژه به احتمال خیلی زیاد داره میره سمت ترمینال جنوب. برای عملیات یا شناسایی؟ فرض میکنیم برای عملیات. وقتی رسید به ترمینال، قبل از اینکه وارد سالن بشه، هر اقدامی خواستین انجام بدی مراقب باشین به مردم هیچ آسیبی نباید برسه. بهتر نیست قبل از ترمینال اقدام کنیم؟ اول باید از موتور پیاده بشه، نمیدونیم جلیقه تنشه یا نه. اگه نباشه کارمون ساده تره، ولی اگه نخواد عملیات انجام بده تنها امکانمون برای رسیدن به رابطوش از دست بده. آقا کمون، دم قهوه‌خونه یه لحظه پولش افتاد زمین خم شد برداره، راحت نبود، شک کردم بهش که نکنه جلیقه تنش باشه. مرتضی، حسین پشت سیستم بوش بزنگ باشی.
که سهمم از کل جهان تویی، پس می نویسمت چون داستان تویی. هر رنگ پرچمت رنگه یه دردت، آغوشمو بپوش وقتی که سردته. شبت کابوس دشمنه، بغض خلیج فارس ای کاش بشکنه. لب وا کن و برام از مثنوی بگو، از درد حافظ و از مولوی بگو. سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادی من، سندت خورده به نامم دیگه، نه این همون جواز آزادی من. پر زخم ترکش و خمبار است هر وجب از خاک خوزستانه. خاطرات میرزا کوچیک خانه، شد تا خزر افسون تو بشه، تا هر جزیره ای مجنون تو بشه. صدها شاهنامه هم تو وصفه تو کمه، این سرزمین پره امثال رستمه. هر جا نبردیه حرف از سیاوشه، به دشمنت بگو این خاک آرشه. حالا خودت بگو این عشق یا جنون، نم داده آسمون روی چهل ستون. سهمم از دنیای خاک تو ارسه اجدادی من، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جواز آزادی من. پر زخم ترکش و خمبار است هر وجب از خاک خوزستان. خاطرات